سلام دوستان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. در این ویدیو قصد دارم که این نکته خیلی مهم رو عنوان کنم در رابطه با نحوه تفسیر گراف ها در آزمون آیلتس، که دوستان همونطور که میدونید گراف ها در واقع و تفسیر گراف ها در واقع بخش اول یا همون تسکوان از رایتینگ آزمون آیلتس هست. در اینجا دوستان این مثال خیلی ساده رو من عنوان کردم چون میخوام فقط یه نکته رو بگم و این نکته خب خیلی مهمه. ما چطور افزایش، میزان افزایش رو بیان کنیم؟ اصلا چطور بگیم که فلان در واقع فاکتور افزایش یافت؟ اینو میخوام در اینجا خدمتتون عرض کنم دوستان. اینجا این نمودار در واقع price of oil یا حالا oil price ها قیمت نفت رو نشون میده از مثلا سال 1980 تا 2000. این نمودار کاملا دوستان فرضی هست و فقط با در واقع هدف آموزش مطرح شده. دقیق کنید دوستان، فرض بکنیم که قیمت دلار از 25 قیمت نفت از 25 دلار رسیده به 55 دلار. یعنی در واقع این یک خب تغییر خیلی چشمگیر هست. پس میتونیم به این صورت بنویسیم که خوب دقت کنید خواهش بکنم دوستان، according to the graph, according to the graph, یعنی در واقع بر اساس گراف ها، according to the graph, the price of oil increased, یعنی افزایش یافت. میتونستم بجای increased بگم rose، باز یعنی بالا رفت، افزایش یافت. یا میتونستم بجای این بنویسم climbed، باز به همین صورت دوستان. چطور افزایش یافت؟ remarkably دوستان به معنی قابل توجه، به طور قابل توجه یا چشمگیر. remarkably یا استفاده دیگه هم هست مثل significant دوستان. significant یا remarkable به معنی قابل توجه و چشمگیر هستن. خب وقتی الگاه میدیم تبدیل به قید میشن، یعنی به طور چشمگیر، به طور قابل ملاحظه. پس significantly ها یعنی فعل مونو که گفتیم افزایش هست، چطور با قید بیان میکنیم؟ اون در واقع شدت رو، شدت افزایش رو با قید بیان میکنیم. remarkably به طور چشمگیر یا significantly. پس according to the graph the price of oil، قیمت نفت، increased، افزایش یافت، rose به همین صورت، یا climbed remarkably، افزایش یافت به طور چشمگیر دوستان. این در واقع نحوه بیان کیفی هست. به طور کیفی بگیم که به چه صورت افزایش پیدا کرده. و حالا در ادامه میتونیم عددها رو هم بگیم که مثلا از فلان قیمت رسیده به فلان قیمت. از همه شما دوستای گلم دعوت میکنم که به کانال تلگرام من وارد بشید.